به نام خدا. سلام بر شما، به برنامه نگرش خوش آمدید. قانون ثبت احوال نفوذ به اساس قانون اساسی افغانستان تصویب شده است و مشکل ندارد. کشورهای همسایه به ویژه استخبارات پاکستان نمیخواهد که مردم افغانستان صاحب شناسنامه های برقی شود. حکومت باید توزیع شناسنامه های برقی را به گونه فوری و جدی آغاز نماید. پیرامون این موضوع در برنامه نگرش بحث داریم. من مصطفی فیضی هستم، مهمانان من در استودیو آقای صادقی زاده نیلی عضو مجلس نمایندگان و خانم فریبا احمدی کاکر عضو مجلس نمایندگان. مهمانان گرامی سلام، به برنامه ما خوش آمدید. خانم کاکر، بحث میخواییم با شما آغاز کنیم. واقعا استخبارات کشورهای همسایه به خصوص پاکستان نمیخواهد که مردم افغانستان صاحب شناسنامه یا تذکره های برقی شود؟ بسم الله الرحمن الرحیم. خب معلوم دارد هر دشمن غواړي چې وبخړي کې او مایان نیست. تصمینی چې په دې اواخرو کې نه یوازې هغه خو د پردي شات دی، زموږ هغه کسان چې خپله د پاکستان په استخباراتو کې حتما لاسرسی لري، دا توطیه جوړه کړه چې د افغان و اسلام و تاجک و هزاره و ازبک و داسې یو شیانو ته یو بهانه یې جوړه کړه چې دا یې خپله حکومت په یو چالش کې واچوي چې اوس حکومت نسي کولی چې مثلا د هغه تصمیم د تذکیرې ونیسي. په دې خاطر چې که مثلا دوی تذکیرې د افغانان د یو الکترونیکي تذکیرې خاوندان کیږي، د افغانانو هغه نفوس معلومیږي چې افغانان څونده دي او چیرې په کوم ولایت کې څونده دي. دا به د امنیت یو د امنیت راوستلو دپاره یو مثبت کاری. نو بناءً معلومداره ده چې هر څوک چې د افغانستان دښمن وي، هر څوک چې په افغانستان کې ونه غواړي چې آرامش راسي، هر څوک چې د افغانستان د امنیت دپاره ستونزه جوړوي، دا شی نه غواړي. دا چې هر څوک جمهور افغانستان و ریاست جمهوری این پروسه را به تعویق انداخته، پس میتونیم بگویم که رئیس جمهور و ریاست جمهوری دقیقا شما اشاره کردین که این پروسه در آوردن امنیت کمک میکنه، تا حالا ریاست جمهوری این پروسه را به تعویق انداخته. میتونیم بگوییم که ریاست جمهوری نمیخواد در افغانستان امنیت تامین شود؟ با توجه به فایده نه ده هیچ ز خپل نسم ویلای چې رئیس جمهوران مو نه غواړي چې په افغانستان کې امنیت راځي. دغه د دغه لپاره راغل دی او دغه ادعا لري چې افغانستان پاتې وو. نه دا خلکو ته ویل دي چې موږ راځو چې د افغانستان د امنیت تامین کړو. یو وعده ده چې د خلکو سره یې کړې. په غیر له هغه افغانان دي، هغه زموږ د دغه کشور د دغه وطن هغه کسان دي چې موږ حساب پور کیږي. هغه هیڅکله داسې زه نه منم دا شی، خو د حکومت په وړاندې یو چالش اوس ولویدی چې هغه مثلا نیم خلک زموږ ستاسو د مظاهرې کوي چې باید زما هویت چې زه تاجک یم یا زه مثلا هزاره یم یا ازبک یم یا پښتون یم یا دا یم، دا باید په کښې کې درج سي. او نیم خلک وایي چې اسلام او افغان دا خپله یو شی دی چې بیرته د خلکو په مابینځ کې د مشکل ایجاد دی. حالا اینجا قانون چی حکم میکنه؟ قانون که شما تصویر کردین؟ خب قانون خوبه. زه فکر کوم چې دا به یی چې افغان اسلام لکه در مخه چې وه دا په کښې کې درج سي. مونته دغه چې دا یو نیم کسان پر دې باندې، یعنی ډېر شاید محدود کسان یي چې دا خپروي، دا مثلا هغه مشکل په خلکو کې اچي چې باید ستا دغه معلوم چې ته تاجک یا هزاره یې، ازبک یا پښتون یې، دغه کسان د حکومت ته شخنډه چي. اوس مثلا کیدای سي که دا اوس سبا شروع سي دا کار، او په هغه کې یوازې د اسلام او افغان موضوع درج سي، شاید ډېر ډېر کسان دې ته د افغانستان هغه دښمنان واڅي چې تاسووځي چې تاسې در پښو لاندې سولاست. ځکه په افغانستان کې د آګاهي سطح ډېره کمه ده، ډېره کښته ده، په دې خو موږ تاسې باور لرو. په دې کیدای سي چې مثلا دغه شی بیا هم په افغانستان کې د یو خشونت باعث وګرځي.
ده یو بی‌اتفاقی باعث وگرزی، ده یو جنگ و جدل باعث وگرزی. حالا قانون را که شما تصویب کردین دقیقاً حکم میکند که جمهوری اسلامی افغانستان در شناسنامه باید یا متذکره برخیز نوشته میشه اسم تخلص اسم پدر تاریخ تولد. بله. پس حالا قانون را که شما خودتان تصویب کردین فکر میکنید به خواست تعداد از مردم باید تعدیل شود یا اینکه خواست اونا در نظر گرفته شود یا قانون را که شما تصویب و بالاخره رئیس جمهور توشیح کرده؟ ز فکر کنم چه هر خواهی په افغانستان که ده یو ستونزه ده که مثلا توشیح که تعدیل کیج یا مثلا توشیح کیج بیا دا خلق د دشمن د خوا څخه هڅول کیج چې دا دې تاسې په نظر کې ونه نیولست آگاهی د خلکو کمه ده او دوی په هر حالت کې په هر لحظه کې کیدای سي احساساتیان سي او راوز خدای نه خسته بیا هم د افغانستان د خلکو د مرګ ومیر باعث وګرځي او دا هم یعنی باور وکړئ چې دا هم یو ډېره غټ خبره ده که در هغه وخته پورې چې د افغانستان کې دغه شی ونه سي بیا هم ستونزه ده او که دا مثلا دا تذکیری توضیح کیږي تاسو پوهیږئ چې د ناامنۍ مخه تر ډېره ځایه پورې شاید ونیول سي موږ انتخابات په مخ کې لرو چې ډېره غټه ستونزه ده د دې مخه حتما د یو شفاف انتخابات به وي زه په دې باندې متیقنه یم چې یو شفاف انتخاب خو په هر ځای کې متاسفانه په افغانستان کې د بیګانه ولس دیر کارون خراب کردی چی فعلا هم دقص جریان داری تشکر آقای نیلی فکر میکنید دلایل اساسی و طبیق افتادن پروسه ملی چون پروسه توزیع شناسنامه‌های برقی دقیقا پروسه ملی عنوان شده روی چه دلایل صورت میگیرد بسم الله الرحمن الرحیم با سلام خدمت شما و همچنین مهمان محترم شما و بینندگان محترم تلویزیون شما ما فکر میکنیم که اونچه که قانون اساسی افغانستان حکم کرده آمده قانون را تعریف کرده قانون میگه مصوبه دو تا مجلس و توشیح رئیس جمهور برای فعلا ما قانون اساسی مرکزی را دو تا مجلس مجلس مشران جرگه و مجلس ولسی جرگه تصویب کرده و به توشیح رئیس جمهور رسیده و او قانونی نافذه کشور هست و در جریده رسمی کشور چاپ شده به هر دلیلی به هر بهانه که نسبت به عدم اجرای قانون گام برداشته میشه قانون شکنی هست ما از جناب رئیس جمهور که در دوران کمپاین انتخاباتی خود برای مردم افغانستان انفاذ قانون وعده سپرده بود تقاضا داره که بر اساس وعده خود و بر اساس حکم سری قانون اساسی افغانستان و بر اساسی که ایشون مدافع حافظ و مجری قانون است قانونی اساسی مرکزی را به اجرا بگذاره و توزیع شناسنامه ها یا تذکره های الکترونیکی را آغاز کنه تا مردم افغانستان از اینجا خطا بگیرند پس اینجا خواست یک تعداد از مردم قانون کاکر را شرکت چی میشود خب اما بیاییم چی دلایلی وجود داره مبنی بر از اینه که چاره کار صورت نمیگیره خب واقعیت است که من فکر میکنم از احساسات پاک مردم افغانستان یک گده سیاسیون و یک گده عناصر خاص میخواهد استفاده کنه و اونا را در کار ملی در رویاروی هم قرار بده. شما ببینید در شناسنامه الکترونیکی یا تذکره الکترونیکی همونطوری که شما فرمودید در صدر از او کلان نوشته جمهوری اسلامی افغانستان بله. هر کسی امیر در هر جایی که راه بدیم معنا مفهوم از است که افغان و در قانون اساسی افغانستان متاسفانه ماده شیاد من نیست در بحث اطباع آمده که هر طبعی افغانستان برش افغان گفته میشه خب آیا تذکری از که بیاییم افغان ذکر نشده با توجه به اینی که در صدر از این شناسنامه جمهوری اسلامی افغانستان نوشته شده و حاکی از هر طبعی افغانستانی رو داره او افغانی هست و او طبعی افغانستانی که مثلا در قانون اساسی از هر قومی است و افغان تذکر رفته و او افغان است هیچ کس از افغان بودن خود ننگ نداره آر نداره افغان بودن مای افتخار ماست مای سربلندی ماست ما برای افغان بودن خود خون دادیم برای افغان بودن خود جهاد دادیم برای اینکه افغان بوده باشیم مبارزه کردیم و شهید دادیم یک موضوع جمهوری اسلامی افغانستان هم در صدرش تذکر یافته بازم علا رغم از این یک گیده از وکلای محترم پافشاری کرد که اسلام هم تذکر داده شده اسلام هم در شناسنامه الکترونیکی تذکر داده شده اما چرا
و الان چه عناصری این کار میکنه؟ یکی در عناصری هست که یقین داریم که از بیرونی مرز آب میخوره اونا میخواید کار ملی و پروسه ملی افغانستان به نتیجه نرسته. این شناسنامه چقدر برای مردم افغانستان اهمیت داره؟ ببینید شناسنامه در واقع هویت ملی افغانها را به نمایش میگذره و تمام افغانها درای یک هویت میشه و به نام هویت افغان و جمهوری اسلامی افغانستان. و این شناسنامه در کارهای دفتری، کارهای مثلا اداری، خصوصا در انتخابات و از طرف دیگر در موضوع آمار و جمعیت افغانستان تأثیر گذار هست. جمعیت افغانستان مشخص خواهد شد، سنش مشخص خواهد شد، تحصیلاتش مشخص خواهد شد، اقوام مختلف مشخص خواهد شد و تمام در برگرنده تمام اون چیزی که در یک آمارگیری یک کشور ضرورت داره تا بر اساس از او بتونه برنامه ریزی های کلان و سیاست گذاری کلان کنه، هیچ شناسنامه برای افغانستان ایر مشخص مونه برای اتما. پس کسایی که میخوای افغانستان به این مرحله سرقی و تکامل برسه، به این مرحله برسه که جمعیت افغانستان مشخص شود، نصف اتبا یک کشور مربوطی از این حساب نشود، خدمت شما عرض کنم، و از طرف دیگه اتباع افغانستان شناسایی شود و همهش دارای هویت مشخص شود که در هر جایی بوده باشه او شناسایی شود. کسایی هست نمیخواهد که افغانستان به جایی برسه. بله. این هم دست بیرون هست و هم تعدادی در داخل افغانستان هست که از احساساتی یک گده مردم افغانستان متاسفانه استفاده میکنه. هرگاه چنین است و کسانی که شما اشاره کردین از داخل و بیرون آب میخورن، پس چرا دولت افغانستان این پروسه ملی را به تعویق انداخت و بخواست از اینا به نحوی از اونا لبیک افتاد تا حالا؟ خب برای ما هم سوال عمده امی هست. ببینید حال کشورهای بیرون از مرز چی میخواد در داخل افغانستان؟ ما فکر میکنیم که او مهم نیست، چی به نفع کشور هست. زعمای ما چی رئیس جمهور و چی رئیس اجرائیه وظیفه داره، اون چی که به نفع کشور است، به نفع منافع ملی افغانستان است، او را مکلفیت را باید اجرا کنه. این یکی از مکلفیت های عمده و اساسی اونا است. بله. اگر اونا این مکلفیت را نداشته باشه، چرا مردم برای انتخابات به انگشتایش بریده شود که یک کسی در صدر کشور قرار بگیره و منافع کشور را مثلا سلوه کار خود قرار ندیه؟ بله. من هم تعجب میکنم از جناب رئیس جمهور، کسی که قانون اساسی را مدافعش است و مجریش است و وعده سپرده که ما قانون اساسی را اجرا میکنیم، برای فعلا یک پروسه کلان ملی را به تاخیر انداخته و نمیخواد اجرا شود. خب از چند حالت بیرون نیست. یا بگیم که زیر عواطف و احساسات رئیس جمهور افغانستان فرو رفته، اونجا منافع ملی چی میشود؟ باز هم امی هست که منافع ملی چی خواهد شد. آیا بعید نیست از رئیس جمهور افغانستان که زیر احساسات و عواطفی یک گده از متنان ما که با تحریک کسای دیگه میخواه یک پروسه ملی را به تاخیر اندازه و پروسه ملی را خراب کنه به یک قرار بگیره؟ اگر قرار به این شود، اگر رئیس جمهور افغانستان میخواه مثلا کار به روال قانونیش پیش بره، دوستای عزیز ما کسایی که میخواه با این وضعیت جلوی مثلا توزیع شناسنامه الکترونیکی رو بگیره، بسیار بسیار ساده است. بیای تعدیل قانون پیشنهاد کنه. اما قانون زمان تعدیل می شود که یک بار به اجرا گذاشته شود. نه، او بس نیست در قانون که مثلا یک بار به اجرا گذاشته شود. خب در فرمول قانون گذاری این نیست. میتونه دوستای ما کسایی که مثلا مخالف ازی است بیای تعدیل قانون پیشنهاد کنه، رأی بگیره، بیا بر اساس از او بر اساس خاص از اینا مثلا شناسنامه الکترونیکی توزیع شود. ما طرفدار قانونمندی در از کشور هستیم. بیاین در یک کشور قانونمند گاهی اوقات است از 500 نفر اعضای پارلمانش 251 نفر به یک طرف رای میده، 249 نفر به طرف دیگر رای میده. با تفاوت دو رای یا یک رای، یک رای تعیین کننده قانون به اجرا گذاشته میشه با تفاوت. اینجا تفاوت بسیار فاحش بوده. تعداد اکثریت پارلمان افغانستان رای داده، تعداد اکثریت میشان جرگی افغانستان رای داده و این خواست اکثریت مردم افغانستان است. پس دوستایی که میخواه افغانستان آباد شود و شعار قانونمندی رو میده، خواهشان به قانون تمکین کنه، اگر نه بیاید تعدیل قانون پیشنهاد کنه، اونا رای بیاره بر اساس همو همه ما بریم به سوی یک پروسه ملی که اجرا شود. خانم کاکر، شما چند لحظه پیش اشاره کردین که کشورهای همسایه هم نمیخواد. حالا آقای نیلی اشاره کردن که یک تعداد کسایی هستن که از احساسات پاک مردم افغانستان استفاده میکنن و مردم افغانستان در مقابل یک دیگر قرار میدن. هرگاه چنین است، پس چرا رئیس جمهور افغانستان به حرف اینها گوش داده و چرا این پروسه ملی را دقیقاً فرمان نمیده که آغاز شود؟ بله، اثرنگ چه تاسوینه په نور موضوعات کې مجددي شایته چودیر
کوشنی موزه د خلکو د کشت و خون و د تلفات و د دې باعث ګرځي. نو زه خپله فکر کوم که هر څوم زه د رئیس صاحب جمهور سره په جریان کې نه یم، د په تیر حکومت کې خو موضوعګانې چې بعضې وخت داسې یو حالت ته رسېدل، نو رئیس جمهور به د نمایندګانو رو غوښته و وری به یو مشوره وست په یو موضوع بوست. متاسفانه په دې دوره کې داسې یو شی نشته چې موږ سره کوم مشوره سوي، خو زه د خپل د احتمال څخه چې وایمه شاید رئیس صاحب جمهور یا رئیس صاحب اجرائیه چې دې ته اقدام نه کوي، شاید په دې خاطر چې اوس دا یو داسې موضوع نسی چې د خلکو د کشت و خون یا مثلا د خلکو دغه باعث وګرځي. په دې خاطر رئیس اجرایی افغانستان 28% گفته بود که تاریخ تکرار ناپذیره به خاطر چې خو په دې خاطر چې دغه موضوع راپورته سوه دی، یعنی هغه افتتاحیه شاته واچول او ویل چې موږ مثلا د دقیقو وروسته پاتې سوه. زه فکر کوم چې شاید په دې خاطر دوی د کړي چې اوس تاسې وینئ هره ورځ په یو ولایت کې مظاهرې دي، څه شی دی چې زه افغان یم، زه اسلام یم، زه دا یم، څه دا یم، په مختلفو موضوعګانو باندې. متاسفانه په افغانستان کې ډېر مهم موضوعګان، ډېر مهم مشکلات، ډېر مهم پاتې دي. دا که هر څه مهمه ده، مونته دا یو تفرقه ده، دا د تفرقې اچول مهم نه چې بیخي نه باید سوی وای. دقیقا این تفرقه از طرف کیها در بین مردم افغانستان خوب به وجود آمده اند؟ موږ تصمیم چیز موږ د افغانستان یو تعداد خلق وابسته و نور مملکتو ته دي. شاید داسې کسان دي چې وابسته و د پاکستان و مثلا ایس ای تی دا هغه د خوا څخه سازماندهي کیږي. دا چې بیا هم درته وایم چې زموږ د افغانستان د خلکو آګاهي سطحه کمه ده نسبت و دې ته چې د افغانستان هغه په فکر کې اوسېږي. د افغانستان یو فرد و تاسې وینئ چې د یو کورنۍ څخه په شهادت رسېږي، هغه ټول کورنۍ د ډېرو مدتهاو دپاره خاموشه سي، متضرره سي، مایوسه سي. او نن په افغانستان کې یو پردی راځي، یو خبره شوري، یو ته بلګړی. تاسې وینئ چې د انسان وژنه داسې یو ډېر ساده موضوع ګرځېدلې ده په افغانستان کې. نو شاید زه فکر کوم چې زموږ رئیس صاحب جمهور او رئیس صاحب اجرائیه د احتیاط څخه کار اخلي چې که اوس مثلا دا خلک په داسې حالت کې دي چې هر ورځ مظاهرې کوي، او که موږ داسې دفتن دا شی شروع کړو، نسی چې خدای نخواسته بیا هم د خشونت باعث وګرځي. احتیاطش با چی نام میدین؟ قانون شکنی یا چیز دیگری؟ نه خیر، زه فکر نکوم چې دوی قانون مات کړي. منتها زه فکر کوم چې دغه، یعنی دا زما فکر دی چې شاید دوی کوشش وکړي چې دا خلک په یو نوه باندې پوکي. متاسفانه چې دا درست پورې نه ده سوی، خو بیا هم شاید داسې. نو دا خو یو قانون دی چې پاس سوی دی، نن نه سبا، سبا نه بل سبا، دا کار باید وسي. او بهترین حالت یې دا دی چې هر څه ژر وسي، په دې خاطر چې نه یوازې د یو موضوع د ښه کېدو باعث ګرځي، بلکې تاسې وینئ چې د امنیت د بهتري باعث شاید وګرځي. د انتخابات چې موږ ته یو ډېره غټ پروسه په مخ کې ده، تاسې وینئ چې مثلا پر یو کمیسیون باندې بل کمیسیون جوړ سو، هغه اوس جوړ نه سره راځي. که دغه الکترونیکي تذکرې یي، دغه هیڅ چې ته دونده ضرورت نشته. پس میتونیم بگویم کسایی که در صدد تفرقه انداختن هستند، اینا دقیقا نمیخوان که بله این هر شی چې د افغانستان په نفع یې د خوا څخه یو مشکل ورته ایجادېږي. تاسې وګورئ چې دا دښمن دی، دا ټول هغه کسان چې نه غواړي چې افغانستان په یو ښه حالت کې وي. آیا ذکر کلمه افغان و اسلام در شناسنامه های برقی میتوند مشکلات افغانستان حل کنه یا خیر؟ خب افغانان یو، اسلام یو، بله، و در بالاش هم نشته جمهوری اسلامی افغانستان. افغانستان پس مشکل در کجاست؟ هر څه سو موږ تاسې خوادی تاسې وینئ چې مشکل په دا ځای کې دی چې اوس مثلا یو نیم دې ته تحریک سوي دي چې باید ذکر سي چې زه تاجک یم، زه ازبک یم، زه هزاره یم، زه داسې افغانی. په افغانستان کې نه یوازې تاجک او ازبک او هزاره او دا قومونه سته، که داسې قومو ته موږ تاسې کښینو ډېر قومونه سته. سبا مثلا بارکزی، پوپلزی، محمدزی، احمدزی، دا ټول به وایي چې
حالا شما قانون را که پاس کردین درو توته توته کسی در غواری در افغانستان دشمن غواری چه افغانستان در یو توتی توتی په حالت که وینی در چه در طول ذکر که ما په نظر فکر کنم چه در خپل یو نو در افغانستان توته که دل دی چه دشمن غواری. حالا شما قانون را که پاس کردین در او دقیقا ذکر شده که ملیت ذکر نباید شود. بله. پس مشکل در کجاست؟ خو زه تاسو وایم چې مشکل په دا ځای کې دی چې دا خلک غلط تحریکیږي د افغانستان په مقابل کې د افغانستان د قانون اساسي په مقابل کې. اوس تاسو وینئ یوازې دا مشکل نشته چې هغه ازبک هم زموږ ورور دی، هزاره هم زموږ ورور دی، هر څوک چې افغان یې هغه ورور دی، یو د بل سره ورور دی، هغه افغانان دي. دا چې مثلا یو څوک داسې یو جنبه ورکوي چې ازبک او هزاره او پښتون تاجک، دا په معنا د دې چې افغانستان ټوټه 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 دی کیدای سي د دې وروسته د دې څه نور استفاده وسي. اما یک چیز دیگر باید در نظر داشته باشیم که در افغانستان اقوام مختلف زندگی میکنند. بله. و آقای نیلی گفتن همه این قبول داره. اقوام جدا خبره ده. بله. افغانیت جدا خبره. مسلمانیت جدا خبره ده. بله. و ایزا افغانیم و مسلمانیم. حالا شما ذکر کلمه افغان در شناسنامه برقی ادمی میدانید؟ افغانیت خو هدی نشته دی چی جمهوری اسلامی افغانستان ده خو که واغوارو که واناغواری اغا شیسته ده چی اسلام و مرسله دی زخ فکر کنم ده کافی ده ده چی شما معلوم داره ده تذکره ده یو افغان ده جمهوری اسلامی افغانستان. پس پافشاری و تعداد کسایی که میخوان ده کسانی چی مثلا غواری چی تاجیک و ازبک و ازاره و ده سر جدا جدا کی ده زخ فکر کنم ده افغانستان جدا جدا کول ده. بله، تشکر بیننده های عزیز. خانم مریم کوفی عضو مجلس نمایندگان پس از وقفه در برنامه نیز با ما اشتراک میکند. حالا وقفه داریم. بعد از برنامه نگرش خوش آمدید خانم کوفی، شما را با برنامه خوش آمدید میگم. خانم کوفی، توزیع شناسنامه های برقی یا تذکره های برقی دقیقا یک پروسه ملی است. ریاست اجرایی هم گفته بود که توزیع شناسنامه های برقی یک پروسه ملی است. حالا گفته بود نه مربوط دکتر عبدالله میشه و نه مربوط دکتر اشرف غنی. پس چرا این پروسه ملی را حالا ریاست جمهوری افغانستان به تعویق انداخته؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض ادب دارم خدمت شما و خدمت بینندگان تلویزیون آریانا نیوز و آریانا. والا به ما می نمت یک چیز جالب است، به خاطر از یک تقریبا یک سال یک نیم سال میشه که تمام افراد از او از این بودجه ملی افغانستان یا بودجه دولت و هر چیزی که است مقصد می از افغانستان است و ما سهم مردم افغانستان است معاش میگیرن و اینا غیر قانونی معاش میگیرن، به خاطر از اینکه این پروسه باید پارسال شروع میشد، پارسال که در دوران آقای کرزی باید شروع میشد که بازم به تعویق رفت تا امسال. تا امسال هم که چندین بار ما از طریق رسانه ها و چندین بار هم تماس هایی که داشتیم با رهبرای حکومت وحدت ملی گفتن که ما ان شاء الله که بخصوص به دکتر سیب عبدالله گفتن ما ان شاء الله که امیر یعنی امرای حکومت ما آهنگی میکنیم امر آقای اشرف غنی و ان شاء الله که شروع میشه، که بدبختانه تا هنوز نشده. من نمیفهمم چی مانع قانونی سر رای تذکره الکترونیکی وجود داره، به خاطر ببینه این فن بزرگی که امروز آمده در افغانستان در هیچ کشور من فکر نمیکنم که رقم یک سم فن بزرگ آمده باشه و به خاطر تذکره الکترونیکی و به خاطر هویت بخشیدن به مردم افغانستان که متاسفانه آن باز در تا قبلا نداشتن و نمیمانند که تطبیق شوه. علت دلیلی از این ما نفهمیدیم. حالا شما نماینده مردم افغانستان هست تا هنوز دلیلش از اردو خانه از اردو خانه ای تصویب شده روان شده به توشه رئیس جمهور. من فکر میکنم که رئیس جمهور هم یا توشه کرده یا نکرده، من دقیقا بله یا معلومات ندارم، اما کار از این به تعویق انداختن من نمیفهمم که علت دلایلش چی است که شما با رئیس تذکره الکترونیکی تماس میگرفتید و علت دلایلش پرسان میکردید که ما دقیقا در جریان نیستیم که به خاطر چی. من فکر میکنم یگانه دلیلی که وجود داره امی هویت بخشیدن به این افغان هاست. اینا میگن که باید افغان افغان افغانیت خود تمام ما مردم افغانستان افغان هستیم، الحمدلله مسلمان هستیم، امو که در تذکره نوشته است که جمهوری اسلامی افغانستان امو کفایت میکنه، اما یگانه پافشاری که فکر میکنم اردو جنا داره اینا میگن که هویت یک انسان ذکر نشه، مثلا تاجیک ذکر نشه. دقیقاً این قانون شما به تصویب رساندین. بله. که ملیت باید ذکر نشه. ما همون چیزی که چی حکومت بود، یعنی
چیزی حکومت بد ما امور تصویر کردیم که ما ماده ذاتی هم از خود ما نداشتیم و اینا وقتی که از اون خانه دیگه به ما آمد یک جلسه مشترک گرفتن و به خاطر همی که باید اسلام گنجانده شود در حالی که عمود مسار اول نوشته است که جمهوری اسلامی افغانستان نباید باز دوباره تکرار شود مشکلی وجود داره ای است که باید ملیت دکنده ذکر شود که پشتون یا تاجیک یا ازبک به خاطر از اینکه در قانون اساسی افغانستان هم چنین گپی است ما فکر میکنیم که همی باعث ازی شده که اجرا نشه بله آقای نیلی پس از اینکه مشکل بر پروسه توزیع شناسنامه الکترونیکی دقیقاً به وجود آمد به سر افغان و اسلام اینها کمک کنندگان مالی این پروسه کمک های خود به حالت تعلیق درآوردند و گفتن تا زمانی که این مشکل حل نشه ما کمک های خود ادامه نمیتیم دیگر بر این پروسه فکر میکنید حالا مسئولیت متوقف شدن این کمک ها مربوط کی میشه قبل از یک نقطه اشاره میکنم در ارتباط ریاست اجرایی بهتره که با عبدالله صاحب بگیم که توان خود دیده یک چیز اعلام بکن تویی که توان نداشتی 28 اصلا شروع کنی شناسنامه الکترونیکی را یک گبی از توان و از قدرت و از به اصطلاح بسیار بعدش بگم از دهن خوب بالاتر نباید میگفتی خود سبوک میکنی پیش مردمی افغانستان وقتی او جایگاه را نداریم بهتر است که سکوت میکردی تا میامدی یک حرفی مثلا کلانه را گفتی و نتونستی اجرا کنی اما بحث دیگه تنها این کمک در مورد شناسنامه الکترونیکی نیست که به تعویق افتاده به تعلیق افتاده شما ببینید درباره انتخابات هم کمک ها به تعلیق افتاده من به این باور هستم که هر پروسه ملی شاید کمک هایش قرار به تعلیق بره به خاطر از اینکه ما ملی نشدیم به خاطر از اینکه ما احساس مسئولیت نمی کنیم هدفتان یعنی از ما کی است؟ بله دولت یا دولت. مشخص حکومت؟ حکومت مشخصا زعیمی از کشور و کسی که برای از مردم به کرسی قرار گرفته وعده هایی که میده وعده هایی مثلا با وعده های خود عمل نمی کنه اینا باید متوجه بوده باشه یک دو ماجله اوتر کمک ها به کمیسیون انتخابات تعلیق شد یک ماجله اوتر کمک ها به توزیع تشکیل الکترونیکی تعلیق شد سال دیگه و سالومی دیگه ده ها کمک دیگه به تعلیق بره و اینا هیچ از خود احساس بخارم نشان نمیده احساس میکنه هیچ چی نشده با کمال افسوس باید بگم امروز کسی از ما پرسان کرد که افغانستان با کدام سمت سوم رفتن به سوی خرابی گفت چی میشه گفتم فقط مردم افغانستان از مجبوری نهایت مجبوری حکومت قبول کرده بدیل وجود نداره بله اگر بدیلش دایی شد القاعده و طالبه دیگه برای از حکومت بدیل وجود نداره اگر بدیل وجود می داشت ما یقین داریم حکومت یک هفته دوام نمی کرد حکومتی که هرگز دیدگاه ملی نداره هرگز به حال مردم افغانستان فکر نمیکنه هرگز در فکر مردم افغانستان نیست حکومتی که جرأت میکنه شنیدیم کسایی از پاکستان می جرأت یزیر میکنه که از رئیس جمهور افغانستان میخواد که کی رئیس امنیت بوده باشه و کدام اطوای افغانستان چیگونه باید درباره پاکستان نظر بده اجازه دادن همین موضوع در هر ریاست جمهوری با مطرح شدنش برای جمهور افغانستان این توهین به حق مردم افغانستانه پس چرا این توهین قبول میشه از طرف مقامات همین دیگه چون دیدگاه ملی نیست به خاطر مردم نیست به خاطر چوکی کار کرده چوکی رسیده میگه کس ما رو تام نمیتونه و همین دیگه نمیفهم به خدا آدم احساس خجالت شرمندگی میکنه در مقابل دنیا در مقابل مردم افغانستان نمیدونم به چه زبان بگیم که هدف فقط رسیدن به چوکی بوده هر چی مردم بگم شرم و حیام نکنه آدم نه شرم آدم بیه نه ننگ آدم بیه نه غیرت آدم گل کنه نه مثلا آدم از خود احساسات و بخار نشان بده فقط هدف همین بوده که به یک چوکی برسیم یکی در ریاست اجرایی تکیه بزنه یکی دیگه در ریاست جمهوری تکیه بزنه مردم افغانستان چی دست آورده بفرمایید برای مردم افغانستان چی کرده یا الله بفرمایید دوی میدان بله دقیقاً حالا مسئولیت این کمک های جامعه جهانی یا بالاخره کمک کنندگان برای مردم افغانستان و دولت افغانستان قطع میشه مربوط کی میشه مربوط کسایی که زعامت از کشور داره کسایی که توشیه میکنه یک قانون را باز اتاق نشان میسپاره کسایی که زیر احساسات عواطفی ملیت و قوم خاص و یک گده عناصر فرصت طلب خاص قرار میگیره کسایی که برای خارجی ها این جرأت میده که در امور افغانستان اینگانه دخالت کنه کسایی که احساسی برای مردم افغانستان نداره برمیگرده با اونا و اونا باید پاسخگو بوده باشه برای مردم افغانستان من فکر میکنم
دیگه مردم افغانستان رو نباید ملامت کنی، اخوام افغانستان با هم برادر هست، همه ما افغان هستیم. یک بار دیگه تکرار می‌کنم، با افغان بودن خود افتخار میکنیم، ما عزت ماست، ما برای افغان بودن خون دادیم، جان دادیم و سالها سال هجرت کشیدیم، سالها سال آوارگی را کشیدیم که افغان بوده باشیم. روی از این جهت اونایی که ایجی بخار نداره در دنیای خارج عمر را سپری کرده، اصلا افغان بودن برایش اهمیت نداره، ولی به خاطر عواطف احساسات یک گدر تحریک کنه، با خاطر کسایی که شاید در دوره کمپاین وعده و نوید سپرده، با خاطر از ناظر نیست که یک پروسه ملی به جایی برسه و ده ها میلیون دلار یا صد ها میلیون دلاری که در این وضعیت افغانستان ایجاد کار شغل میکنه برای مردم افغانستان اونا تعلیق شوه. و شما امروز تظاهرات نسل جوان دیدید که در سرگاه برآمد از حکومت کار میخواست. من از این حکومت به چلنج میکشم، به چالش میکشم، بفرمایید حکومت در ظرف یک سالی که نظام گرفته چی دستاوردی داره؟ یا الله بفرمایید دستاورد خود برای مردم افغانستان چقدر شغل ایجاد کرده، چقدر کار ایجاد کرده برای می افغانستان، چقدر پروژه کلان شروع شده با کار. جز اینی که همه چیز تعلیق ببر به ارگ ریاست جمهوری، در اختیار یک نفر یک تیم قرار بدی، هر چی دلش خواست بکنه و هیچ برای هیچ کس خود پاسخگو احساس نکنه. بله. خانم کاکر، واقعا تمام اختیارات در دست یک تیم است؟ حالا ریاست جمهوری؟ بله. ترنگ چنگیل صاحب محترم اول یو زدوا بولم د یو ټیم خدای د ټیم کسان د ډاکټر صاحب عبدالله او محترم رو اشرف غنی چې داسې لافي و خبري و مثلا هغه احساسات و هغه چیغې و هغه نارې و هغه خبرې د خلکو مخ ته وکړلې او خلک به په ګرمۍ ګرمۍ ورځو کې دوی ته ولاړ و غوږ یې نیوي او په ډېر امیدواري سره ولاړه رایې ورکړه، ګوتې پرې سوې، غوږونه پرې سوه، پزې پرې سولې او نن ورځ دوی یا پر یو شی اختلاف دی یا پر بل شی اختلاف دی. تاسې مثلا وینئ چې د انتخاباتو پر یو کمیسیون باندې بل کمیسیون جوړ سو او اوس په هغه بل کمیسیون کې هم بیا هم اختلافات دی. تاسې دغه کمیسیون وګورئ چې څوک دی دا کمیسیون، د چا څه جوړه ده دا کمیسیون. ما نن بل ځای هم ویل دي، اوس بیا هم تکراروم چې دا کمیسیون ته که نظر ور واچوې، یا د ډاکټر صاحب عبدالله بهترین کمپاینران پکښې کې دي، یا د اشرف غني بهترین کمپاینر، یا د محترم ورور محقق صاحب، یا مثلا د دوستم صاحب، یا مثلا داسې د نورو هغه کسانو چې ورې ډېر نږدې دي. دقیقا فلسفه ایجاد حکومت وحدت ملی تقسیم قدرت 50-50 بود. حالا مشکل در کجاست؟ ملت اینو خاوري خوري، پنځوس دغه ملت اینو خاوري خوري. هغه کسان چې دوی ته کمپاینونه کړي دي، هغه کسان چې د دوی ته ډېر نږدې دي، هغه د دوی په شاوخوا باندې راټولي، دا هغه کسان چې نه د عبدالله دي، نه د اشرف غني دي، بالاخره د دغه افغانستان محروم مظلوم بیچاره خلک دي. هغه نو څه شي؟ پنځوس دغه خلاص. لکه تاسې وایم، زه دا نن د کمیسیون مې د دوهم کمیسیون چې د انتخاباتو کمیسیون بله و هغه جوړ سوی دی، هغه ته مې وکتل، خپل د کور یو غړي ته مې تشریح کړه، مال دای د محقق نفر دی، هغه د ډاکټر صاحب عبدالله نفر دی، هغه د اشرف غني نفر دی، هغه د دوستم صاحب نفر دی. هغه ولې په دا ګرد افغانستان کې دوی ونه کتل چې اوس دا وینې اختلافات، دا اوس وینې اختلافات چې په هغو کې هم جوړ دی، پر دې بیا بل کمیسیون جوړېږي؟ ولې د داسې کسان څخه دوی جوړه نه کړه چې هغه د هیچ چا نه وي، هغه د دې ملت، د دې بیچاره مظلوم ملت غمخور دلسوزي. آیا اراده یې وجود داشت به خاطر تشکیل چنین یک حکومته؟ یا بالاخره میان این دو شخص، رئیس جمهور و رئیس جمهور، به خاطر خدمت کردن به مردم اراده وجود داشت؟ دوی خو خپل خبری وکړلې، دوی خو داسې خلکو ته داسې اعلان کړه چې موږ به امنیت راولو، موږ به بسازي کوو، موږ به نن سبا یو کال پوره کېږي. وایم څه شی وکړه؟ دغه مهمه موضوع چې ده، د تذکرې موضوع ده، تر اوسه پورې حل سوه په دوی کې؟ تر څو میاشتو پورې موږ تاسې د دې، یعنې موږ تاسې د دې شاهدان یو چې کابینه نه اعلانېده د دوی خپل د اختلافات تر مابینځ. تا کنون هم کابینه ما تکمیل نیست، تکمیل نسو په چیش دادی؟ فقط افغانستان به اوس د افغانان نه بولو، د دوو ډاکټر صاحبانو بولو، چې اول خپله دوی غیر قانوني ناست دي، په کم قانون کې د افغانستان
مش دوره اجتماعان لروس حالا قانون هم باید نقض کنن هرگاه این دو شخص وقتی خپل به دقیقت توقع چش که توقع چزی یک تو چه خپل غیر قانونی نستی توقع چی شد زینیتی تشکر خانم کوفی فکر میکنید که اختلافات موجود بر سر هر مسئله قانون اساسی اختلاف شکر ندارن خب کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی بالاخره شناسنامه الکترونیکی و موضوعات دیگر مردم افغانستان و آینده افغانستان به کجا میکشانند ببینید شما وقتی که جمهوری اسلامی افغانستان میگیم دیگه کلمه ختم میشه مطابق قانون اساسی افغانستان حکومت وحدت ملی اصلا گنجایش نداره و ما افغانستان قدر افغانستان پیشرفت نکردیم که دیگه افغانستان ما دو حکومت داشته باشیم که فعلا داریم به خاطر مردم افغانستان قبول کردن امی دو حکومت دو رئیس جمهور که بتانن با ثبات زندگی کنن که بدبختانه به ثباتی غوغا میزنه در افغانستان ببینه که امروز یک ولسوالی پای دیگر سقوط میکنه و یک پایگاه پای دیگر پایگاه سقوط میکنه و وضعیت امنیتی در افغانستان رو به خرابی است اقتصاد افغانستان تمام فرار کرده از افغانستان رفت و پروژه‌ای که کار میشه فساد اداری ما در داخل این نظام هستم میفهمم به خاطر از اینکه کم نیم تجارت میکنیم میفهمیم که گپ از چه قرار است باور داشته باشه ده هر سر میزی وزیری همی کابینه تا که پیسه نبری کارت اجرا نمیشه تنها مشکل در حکومت در کل در دولت یا در ایسایش ببینه مکمل همی حکومت که گفتی دولت میشه حکومت وحدت ملی دولت وحدت ملی نیست حکومت وحدت ملی است دولت جمهوری اسلامی افغانستان نیست یک حکومت است حکومت وحدت ملی است وقتی که حکومت وحدت ملی خود جمع جور نکرد وقتی که در سر یک ولسوالی اینا چی نداشتن امانگی نداشتن در سر ولایت امانگی نداشتن در سر کسایی که مثلا در خارج روان میکنن یعنی یک سفیر یا شاهزفیر یک چیز دیگه مثلا یک کس دیگه که روان میکنن در سر استخدامی از او مقرری از او در سر یک وزیر در سر دیگه همه افراد پایان رتبه که تعیین میشوه اینا تا که یک کسی از ریاست اجرایه مکتوب نبره ولو یک مامور تعیین کرده نمیتونه یک مامور زمانی که اینا در سر یعنی استیجا میبر اومدن گلونای خود پاره میکردن به خاطر از این میگفتن که ما امنیت میاریم ثبات میاریم آرامش میاریم اقتصاد افغانستان بهبود میبخشیم تمام این گپا دروغ بود هیچ کاری به مردم افغانستان نکردن ببینه امروز جوانا امو کار کم نیمیم که پیش جوانا بود از دوران آقای حامد کرزی امو ما یک روز گفته بودم در تلویزیون شما گفتم نشه که ما بگیم که باز خدا بیامرزم کفنکش سابقه را اول مردم افغانستان همین رقم میگن میگه حکومت آقای کرزی به مراتب از یا خوبتر بود به هزار مراتب از یا خوبتر بود به خاطر از اینکه اینا لافایی که به مردم گفتن در یخ نمیشته کردن در آفتاب ماندن دروغ گفتن هیچ گپشون تطبیق نشد هیچ گپ خود عملی نساختن نه از اونها شما هم مسئول هستین چون در انتخابات ریاست جمهوری ما خودم معاون در دوره گذشته معاون کمپاین دکتر عبدالله بودم در سطح افغانستان کار میکردم و حالی هم با دکتر عبدالله بودم و کار کردیم پس مسئول شما هم هستیم ببینه ما حالی فعلا پشیمان هستیم خودم شخصا پشیمان هستم افسوس اون مردمی را که جمع کردیم به دنبال دکتر سیبی عبدالله و ما فکر کردیم که یک مجاهد است ما فکر کردیم که یک کس یکی است که به واقعیت به زخمای مردم افغانستان این دوا هست یک دکتر است بدبختانه ما اشتباه کردیم ما عالی بشنوه شاید هم میشنوه اشتباه کردیم به خاطر از اینکه ببینید به خاطر از اینکه اینا به کوچکترین حرف مردم توجه نساختن این دو ماه شد که ما وقت میخوایم که به خاطر مشکل مردم ما هم در تخار هم در بدخشان ببینید امروز ولسوالی راغستان ولایت بدخشان که من خودم یک بدخشی هستم در چه وضعیت قرار داره ولسوالی های ماورای کوپچه ولایت تخار در چه وضعیت قرار دارن وضعیت افغانستان عموما از اسپین بولدک قندار شروع تا کوهای پامیر وضعیت افغانستان رو خرابی است و دید دکتر سیب در غم تقسیم قدرت هستند که اینا سریمو تقسیم قدرت تا امکار ما گفت یک سال کمتر از یک سال یک سال و دو ماه میشه که ما حکومت وحدت ملی داریم چون که در تاریخ 15 یعنی عمل ما یا 16 عمل ما انتخابات داشتیم ما یعنی رئیس جمهور داریم از همون تاریخ اما بدبختانه این دو کسی که به مردم افغانستان وعده داده بودن به وعده های دروغیشان وفا نکردن ببینه وقتی که رئیس به دولت رفته بود به تداوی رئیس به اجرایه ما که اعضایش هستم اینا به مردم افغانستان وعده دادن که تذکره الکترونیکی فقط در آجندای کابینه گرفته میشه و خلاص پاس میشه و برون مردم کار خودش رو کنن در یک هفته گپای گرم و داغ بود آلی به مردم افغانستان چی میتونه بگویه که مردم افغانستان قبول کنن که دکتر سیبی عبدالله تو وقتی که گپ میگی سری گپ خودت آکیم باش
وقتی که تو گم میگی 1000 کارمندی که 2000 کارمندی که در تذکره الکترونیکی است، چشمی از وابدان خودت سیل دارن. وقتی که خودت اما قدر سری خود سری خودت حاکمیت نداری و سری خود در پای خودت مکم نیستی و به مردم افغانستان وعده میتی، پس مردم افغانستان تا آیا به این مردم دیگه مراجعه نمیکنی یا می یک بار بود خلاص؟ باز این مردم افغانستانن که تو را انتخاب میکنن، اما من مطمئن هستم که اینا بر یک بار خود انتخاب کردن و مردم افغانستان دوباره اینا را اصلا امیال هم نمیشناسن و در اون وقت هم نخواد شناختن. تشکر آقای نیلی. به خاطر مشکلات انتخابات افغانستان در خیم کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی ایجاد شد. حالا کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی یک بسته پیشنهادی را بر حکومت افغانستان ارائه کرد. یکی از مشخصات که یکی از خواست های این کمیسیون در خیم توزیع شناسنامه های الکترونیک بود. حالا حکومت افغانستان، ریاست جمهوری به نحو از آنها این پروسه را توزیع این پروسه را به تاخیر انداخته. فکر نمی کنید که اراده برای بهتر شدن پروسه های ملی در آینده افغانستان وجود نداره؟ یقینا همون است. کاملا اراده برای خدمتگذاری به مردم افغانستان نیست، اراده برای پیشبرد کارهای ملی و کلان نیست، اراده برای پیشبرد کارهایی که به منافع کشور است نیست. اگر هست لطفا بفرمایید کدام کار انجام داده. مبارزه با فساد یکی از کارهای عمده هست، این انجام نمیدیم. برگزاری انتخابات یکی از کارها هست که اینا انجام نداد. توزیع شناسنامه‌های الکترونیکی یک کار ملی که گفتم برای افغانستان منافعش، گفتم چقدر منافع داره. دنیای امروزی فقط با زدن چند شماره تمام هویتی یک قطبای خود بیرون میده و متوجهش میشه. این اهمیت داره برای افغانستان، این انجام نمیده. ایجاد کار شغل که برای افغانستان است انجام نمیده. خدمت شما عرض کنم یکیش از صبح تا شب فقط بنشینه و گوش کنه و بگه که بگوی ما هفته دیگه با جواب تمیده که چیکار کنم. آقای دکتر اشرف غنی روزی که در ریاست جمهوری رسید، وکیل صاحبای محترم شرف حضور داره، ما را زنوار خواست که فقط کاغذ، حالا مثل قماندان، مثل یک قماندان بدمارشی مثلا بدخوی بدعادت نشسته بود، آخو مایش به هم چهرهش به هم، بگوین ما وقت ندارم، بگوین که چی مشکل دارید در ولایت خود، حالا یادداشت بگیرید، ما دو ماه بعد باز برای شما جواب بدیم که چیکار باید در این مورد بکنیم. لطفا بفرمایید چی کرده در ظرف 8 ماهی که ما رو 10 ماه پیش یا 9 ماه پیش ما رو خواست از همه وزن ها و ولایت ها مشکلات گرفت که دو ماه بعد دیگه با شما میشینیم جوابای خیلی دفعه ما با شما میدیم. بفرمایید جناب رئیس جمهور، همین آدم میتون خوره که هر روز ارگ در بدمشخانه تبدیل کرده، به جای اعصاب تبدیل کرده، به جای جنگ و دعوا تبدیل کرده. بفرمایید چی کرد دکتر صاحب عبدالله نصف روزش که درایش سپری میشه، درشی خوره چی رقم جور کنه، موی خوره چی رقم جور کنه، مثلا چی رقم آرایش کنه خود. بفرمایید چی کار برای مردم افغانستان کرده. پس او کاری که به نفع مردم افغانستانه، اینا لطفا بفرمایید برای مردم افغانستان چی انجام داده. پس باز هم آدم به این نتیجه میرسی هدف رسیدنی به کرسی بده. هدف مردم افغانستان هدف نیست، مردم افغانستان وسیله است، ما وسیله، مردم وسیله برای رسیدن به قدرت. ما هم از یک تیم حمایت میکردیم، ما ادعا میکنیم اشتباه کردیم در از این کار، ما احساس میکردیم که بریم به سوی خوبی. شما در شناخت افراد به نوع از آنها اشتباه کرده بودیم. یقینا ما کسی نمیخواستیم که نصف روز در آرایش وقت سپری شود و این حرف این وضع حکومتی ماست. بازم برمیگردم به این نقطه که مردم افغانستان بدیل نداره. اگر بدیل میداشتید دو روز دیگه اینا سر از این قدرت نما بود. اما امیدوار هستم که زعیما و کلانایی که برای این کشور زحمت کشیده، کسایی که در از این کشور خون داده، کسایی که در از این کشور جهاد کرده، کسایی که با روسا جنگیده، کسایی که با پاکستانیا جنگیده، کسایی که با طالب و القاعده جنگیده، به حال از این ملت فکر کنه و ملت از چنگ ازان نجات بده. در غیر از این صورت سال دیگه بازم وضعیت بهتر از خواهش بود و شما چند تا پروژه کلان دیگه را با شاهد از خواهید بود که از به خاطر فساد گسترده بگه تمام کمک‌ها بالا تعلیق شده. خانم کوفی، فکر میکنید این مشکل شناسنامه های برقی چه زمان حل خواهد شد؟ من فکر میکنم که مشکل مردم افغانستان بر علاوه که حل نمیشه، به مشکلشان دیگه افزوده میشه. به خاطر از اینکه حکومت وحدت ملی اول وحدت نداره در سر یک کلمه گپی که مثلا افغان یا مسلمان اسلام. یا اسلام یا ای تاجیک یا پشتون یا ای گپا. ما پذیرفتیم که ما کلاگی الحمدلله مسلمان هستیم و افغان هستیم. الان من نمیفهمم به خاطر چی
به ثباتی را انداختن، تفریق اندازی را انداختن در مابین اقوام مختلف که او را بر علاوه که اردو خانه پاس کرده و رفته به توشه رئیس جمهور، رئیس جمهور هم توشه کرده، خیلی چرا هدایت نمیتن که مردم کار خود شروع کنن؟ ببینید وقتی که جامعه جهانی متوجه است که اینا فن کمیسیون مستقل انتخابات ریفند شد رفت و فن ای هم دولت چی است؟ استاپ است، در تعلیق استاپ است، گفته هم خارجی ها. وقتی که اینا تمام اینمی ضررهای مردم افغانستان میبینن، بردو چه تو نیست که اینا کر باشن یا کور باشن، نبینن، هر دویش میبینن، هر دویش چشم هم دارن، گوش هم دارن، میشنون، میبینن که اینمی ضرر به نفع مردم افغانستان نیست، به نقص مردم افغانستان است. اما قد جوانایی که به سرنوشت هستن، اینا دولت وظیفه‌شان دولت تعلیق است، اینمی نا اگر می مثلا تذکیره را کارش شروع نکنن، نان اولاد از امی یا فامیل امی از آنش گرفته میشه. وقتی که اینمی قد ضرر میفهمن که به نفع افغانستان نیست، به نقصش است و بازم اون کار میکنن. من فکر میکنم که اینا اردوی ازی پای لوچ کرده به خاطر خرابی مردم افغانستان، به خاطر بی ثباتی مردم افغانستان، به خاطر تفریق انداختن به مردم افغانستان. حالا اینجا مردم افغانستان اردیشون ببینید، مردم افغانستان فکر میکنن که اینمی مردم است که این ما اینی کارا را میکنیم، بازم که بیایم یک دو کلمه گپ خوب بزنیم، مردم خوش باور هستن، مردم های بسیار رحمدل و دلسوز هستن، بازم که وقتش برسه یک مردم جمع میکنیم یا از طریق قومی یا موضوع قومی را باز مطرح میسازیم یا موضوع زبان مطرح میسازیم یا موضوع یگان گپ دیگر مطرح میسازیم، بازم از مردمی بیچاره و خوشباور رای میگیریم. حالا اینجا مسئولیت مردم افغانستان چی است در این مورد؟ مسئولیت مردم افغانستان چی است؟ مسئولیت مردم افغانستان این است که مثل تونس واری براین، مثل دیگر کشورها واری براین، در کوچ در سرکا بریزن، حق خود از دولت افغانستان بخواین، دولت خونیست از حکومت وحدت ملی بخواین. به خاطر از اینو عمو گپایی که سابق در سر منبر محراب اینا میگفتن به مردم افغانستان، مردم جمع میکردن مثل چیز واری برشان چی میکردن، شعار میدادن، آلی کجاست همون شعارهای از یا؟ اما شورا را مردم افغانستان هم نمیبینن، حداقل یکش پیاده هم نشد. ببین امیال ولایت بدخشان والی نداره، سرپرست است. ولایت تخار والی نداره، سرپرست است. بغلان والی نداره، سرپرست است. اگر قندز یک والی روان کردن به هزار مشکلات و والی، یعنی والی هم از داخل افغانستان نیست، والی را از خارج خواستن و در افغانستان آوردن، در یک سایه نابلد اون رفتن والی است و گزارش شما شنیدی امروز که چی گزارش میداد. ببینید زمانی که مردم افغانستان اجازه بده، زمانی که مردم افغانستان به مجاهدین افغانستان باور داشتن و به این مجاهد کمک کردن و افغانستان از گیری اشغالگری روس آزاد ساختن، با ضرورت چیست که ما همون نفرا را بیاریم در سر قدرت و اونا را رهبر جور کنیم و اونا را وزارت بتیم، اونا را ریاست بتیم، اونا را یک شما اونا را رای دادیم. ما سعی کنیم ببینه وقتی که آدم ما این رقم یک توقع از جناب دکتر سیب نداریم که مجاهدین افغانستان با باد فراموشی بسپاره و تمام کسایی که از دوران حکومت نجیب در اون وقت هم صاحب قدرت بودن میاره به سر قدرت، تمام مجاهدین افغانستان از پیش حاضر دستن بشمول ما. خانم کاکر، اگر این پروسه ملی دقیقاً توزیع شناسنامه‌های برقی بالاخره آغاز نشود، چه پیامدهایی را خواهد داشت؟ لکه نور کارونه چی په افغانستان که پیامونه راوړه، مثلا کابینه ډیر نوخته معرفي کړه چې کارونه په تاریخ ولوی د مشکلات پیدا است و بیا مثلا ولسی جرګه بالاخره دې ته مجبور است و چې هر څوک چې هر څه و رای ورکی. لکه مثلا نور مشکلات داغسی چې راله او بالاخره دا به دغه رقم وي، دا به هم عیني موضوعي، دا به پاتې تر هغه وخته پورې چې بالاخره د افغانستان خلک دې ته مجبور سي چې یار د افغانیت څه لاتیریم خو تذکره راوړه، داسې یو حالت به بالاخره د افغانستان خلکو ته پیدا سي. آقای نیلی بسیار کوتاه، پیشنهاد در حکومت مردان افغانستان چی است؟ پیشنهاد ما با اینا است که خاص مردم افغانستان را مدار توجه قرار داده و طبق قانون اساسی افغانستان که قسم یاد کرده وظیفه خود را انجام بده و از قانون اساسی افغانستان پیروی کنه و از قانون اساسی افغانستان حمایت کنه و هر چه عاجلتر توزیع شناسنامه الکترونیکی را آغاز کنه. تشکر، بفرمایید. یک کلمه میخوایم بگویم. وقتی کسی که خلاف قانون اساسی افغانستان در چوکی ششته باشه، ما هیچ توقعی از اون نداریم که قانون اساسی را در اینجا تطبیق بکنه. پس 5 سال دیگر باید مردم خلاف افغانستان خلاف قانون اساسی ششتن، مردم افغانستان هم همی زهر تلخ بچشن مجبوره. تشکر آقای نیلی، خانم کوفی و خانم کاکر از حضورتان در بحث ما. ببینید، در عوض تشکر از شما تا برنامه بعد شما را بر لایه بی‌نیاز بسپارم.